محکومیت بین المللی یورش به زندانیان سیاسی زندان اوین. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد طی اطلاعیه اعلام کرد رژیم ایران به طور مستمر مدافعان حقوق بشر را بازداشت می کند، بسیاری را زیر شکنجه قرار می دهد، توهین می کند و اصول بنیادین پروسه های دادرسی را نقض می کند. شهردار شهر نورنبرگ دکتر اولریش مالی به شدیدترین لحن تعرض به زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران از جمله به عبدالفتاح سلطانی برنده جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تحقیق مستقل درباره بند 350 زندان اوین و اجازه فوری به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای سفر به تهران شد. سرجیو دلیا دبیر کل انجمن به قابل دست نزنید و مارکو پردوکا نماینده حزب رادیکال در سازمان ملل اعلام کردند در 8 ماه ریاست جمهوری روحانی رژیم ایران نه تنها به خاطر رکورد اعدام‌ها بلکه حتی به خاطر یک سیاست جنایتکارانه در قبال زندانیان سیاسی و به خصوص علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران متمایز می باشد. جامعه بین المللی باید چشمان خود را در برابر رئیس جمهور رژیم ایران که با استقبال برخی دولت‌های غربی امید به یک تغییر در ایران داشتند باز کند، زیرا تغییر قابل اعتبار و جدی در رژیم ایران تنها زمانی صورت می‌گیرد که به صورت رادیکال و ریشه‌ای سیستم اداره کننده کشور که بر پایه حاکمیت مطلق دینی یعنی ولایت مطلق است تغییر کند. لازم است همواره به اپوزیسیون دموکراتی که در ایران و خارج ایران برای تغییر جدی رژیم مبارزه می کند کمک نمود و از آن حمایت کرد. آخرین گزارش ها از وضعیت زندانیان سیاسی اعتصابی هاکی است که وضعیت زندانیان سیاسی سعید متین‌پور و غلامرضا خسروی که پس از ضرب و شتم هفته گذشته دشخیمان به بند 240 زندان اوین منتقل شدند نگران کننده است. ابوالقاسم فولادوند از ناحیه پای چپ و چشم راست دچار آسیب دیدگی است. مهرداد آهنخواه دچار شکستگی سر شده است. سمکو خلقتی از ناحیه گردن و سهیل بابادی از ناحیه مچ دست به شدت آسیب دیدند. این زندانیان در اعتصاب قضا به سر میبرند. مادر سعید زینالی دانشجوی مفقود در جریان قیام دانشجویی سال 78 در تجمع خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین گفت تا وقتی که زنده ایم دست از دادخواهی خون فرزندانمان بر نمی داریم. الان هم شد یه فردا میشه یک هفته از این خانواده ها جواب نگرفتن. 20 نفر هنوز نمیدونیم تو انفرادی هم کجا هم. چی بلا به سرشون اومده؟ ما از دنیا میخواییم که صداهای ما رو بشنون به داد ما برسن. قرار بود بریم دادستانی بعد بریم دفتر سازمان ملل. ما که نمیشینیم الان هم منتظریم اگه اونجا نشد اونجا تا روزی که اینا ملاقات حضوری بدن خانواده های ما رو ببینن سالم بودنشون رو ببینن. بچه بود گردنش رو بسته بود و پدری بود که دستش رو بسته بود اینا که حالا زخماشون جزی بود آوردن اینا رو ملاقات دادن ملاقات کابینی دادن حضوری ندادن اینا. ما تا زنده ایم تا نفس داریم از اینا تا از خواهی میکنیم. به گزارش دریافتی خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به جنایات صورت گرفته در یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی و نگه داشتن شماری از آنان در زندانهای انفرادی روز شنبه ساعت 10 صبح در مقابل دادستانی رژیم در تهران یک بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. پیش از این خانواده های زندانیان سیاسی که در مقابل دفتر آخوند روحانی دست به تظاهرات زده بودند اعلام کردند که در صورت پاسخ نگرفتن از مراجعات در مقابل دادستانی رژیم
تجمع برگزار خواهند کرد.